بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب و احترام تو بازی پرسپولیس سپاهان یه حواشی رخ داد راجع به طرفدارا که خیلی سر و صدا کرد و چون مسئله راجع به ها بود راجع زن های هوادار اینها به وجود اومد خیلی بازم یه طرفه دیده شد بازم خیلی سر و صدا کرد و آی نمیدونم یه خانم بهش چیز شده و فلان از این صحبت ها ببین مثلا اما خب برابری حقوق دیگه زن و مرد برابرن دیگه وقتی فوش میده و فوش بشنوه دیگه یه مسئله اینجا هست اما خب بیشتر سرصدا سر این شد که دو, دو نفر بالاخره دو جبه دو, دو گروه جبه گرفتن یکی که آی جای ورزشگاه جای خانم ها نیست دو فلان و فلانا بمان یه دم که مثلا بخواد چی شد پس میگفتید خانم ها بیان نمیدونم مثلا حضور زنان در استادیوم ها فواشی ها رو کم میکنه که چرت دیگه چه اتفاقا این نو که این نو خانوم این نو زنی که وردشگاه میره خیلی افت کلام کمتری داره به قول بیچاکادن تره میبینیم توی خانوم توی اصلا جنس زن وقتی که نه زن معمولی یا زن اگر بی حیا بشه افت کلام و پرده حیا دریده بشه بره به قولی توی قشون کشی و توی کری خوندن با مردا این مسائل میفته خیلی دریده تر و بی هیا تر از مرد هم میشه مرد شاید مثلا خجالت بکشه بگه این حرفو نزنم ولی زنه اون حرفا میزنه یه چیزی هست توی مسئله روانشناسی یه بخشی توی دهندگی دهندگی لذت دهندگی به قولی اون بعدی که باعث میشه که جسارت زن جسارتش نه از نوع خوب جسارت به معنای شجاعت بلکه جسارت از نوع به قولی پرده دری افزش بده کنه دیگه چیز نداره به قولی خیلی عجیب غریب میشه خیلی سختتر میشه اما من صحبتم این چیزا نیست حالا مثلا خب دو تا دو تا مسئله به این قضیه دارم یکی که مثلا تو اینو فحاشی به هواداران زن پرسپولیس پرسپولیس از سپاهان شکایت کرد مثلا دارن با سنگ میزنن خب این البته خودش کار چیزیه چون اون مرد اون, اون قشر عمومه نه همه ولی برخی ها هم که توی ورزشگاه میرن از یک گروه خاصی میرن همونایین که اتفاقا شعارهای ورزشگاه این هم که بعضی وقتا سیاسی در میاد از این قشره یه قشر کم سواد کم عمقه، به قولی تنها دلخوشیش فکر کنم پای تلویزیون بشین نگاه کنی بعد بری بردشگاه. اون خیلی محیط خرابی داره دیگه همه جای دنیا هم همینا این که تو ایران فکر میکنیم آی ما چه فرهنگ بده این دو تا مسئله دارم یکی تو مسئله زن این که آی چون زن فلانه یکی رو اینکه اینکه آی ایران نه فوتبالش فلانه آی ایران فلانه اینو میخوام بگم این دو تا مسئله رو میخوام بهش نگاه کنم اولیش از آخرش شروع کنم این که میگه آی نمیدونم تو ایران فلان چیز میکنه که همه جای دنیا اینه تو بعضی کشورها یهو واسه یه فوتبال چند نفر رو میزنن میکشن از اول تا آخرش هم فوشه ما تا فرقش اینه که ما تو ایرانه که داریم جلو زن نباید فش بدیم فشی کشدار بدیم اونا ندارن خود زنه میگه مثلا داک مای مثلا اصلا چیزیه که از فرنگ اونا قالب شده که الان زنه اینجا دعواش میشه با مرد از بابا و داداشش قرض میکنه میکنه تو چیز رو ولی بقالی... چون اصلا کلا فرهنگ فوش ایران ترجمه مستقیمه کلمه به کلمه خصوصا فوش های خارجیه یه مثال بزنم مثلا اهم هد. چیز کله مثلا کله چیزی مثلا اینا همه ترجمه مستقیمه سان آف فلان نمیدونم اینا همه از اونجا اومده است فرنگ ما هم چیزایی نبوده دیگه از اول و این واسه من عجیبه که یه عده دو عده یه عده سر که آینه من به زنا فلان شده به شده یه عده به این که گفتیم جنا نرم ردش کار سوم این که آینه من ایران فلان فرهنگ و شعور نداریم و فلان و به این صحبت ده. مثلا کانال هوادارهای پرسپولیس نوشته که من صد درصد موافق حضور خانما توی ورزشگاه هستم اما وقتی توی ذهنم تصور میکنم که خار و مادر خود من بین این جمعیت هوادار خانم بودن به هم میریزم زیر ساخت توی ایران صندلی و توالت نیست شعوره که این جماعت وحشی و بیشرف انگار ازش بویی نبردن خب ببین یه مسئله ای داره این که ذهنش با یه سری چون خوزعبلاتی پر شده توهماتی از کشورهای خارجی فکر میکنه فقط ایرانه که اینجوریه زیر ساخت درسته فهم و شعوره حرفش کاملا درسته دیگه چون ما باید با کشور خودمون با فرهنگ خودمون مقایسه کنیم نه با خارجی اما چون مقایسه اینا با کشورهای خارجی برمیاد و اینجا میگه زیرساخت توی ایران صندلی و توالت نیست منظور این پیش می خود دلیل پنداری که همه جا تو همه قشرا همه جناها اینها هست این برای من مسئله است ببین و بازم زیر ساخته تو خارجی یا زیر ساختش هست زیر ساخته چیه زیر ساختش اینه که آقا جلو زن و مرد نداره که اصلا جلو تو پابلیک تو عموم تو میتونی به قولی رابطه جنسی حالا تا حدیشو بکنی مثلا ببوسی بغل کنی دستمالی کنی انگولک کنی فلان کنی چیزی نداره که مثلا جلوی یه زن خارجه فکر کن مثلا بگی زن اینجاست فوش کشدار ندی <تصفح> مثلا چیز دیگه مسخره است دیگه فکر کن تو فلان کلاب نشستی تو فلان باری نشستی تو فلان سینمایی چه میدم تو فلان پارک نشستی زن مرد نشستی حرفای خیلی چیز میزنی دیگه تازه از یه چیزهایی حرف میزنی که اصلا تو ایران مثلا واقعا هنوزم که هنوز قفله و برای اونا اینا مسئله نیست هیچ وقت نمیاد تو رسانه بگن آی جلو زن انگلیسی فوشه مثلا گفتن که نمیدونم چیزو بکن تو چیزت اصلا حرف زدنش ادبیات انگلیسی من الان بعضی وقتا مثلا میخوام به انگلیسی صحبت کنم خیلی و با مراقب باشم که نذاره مثلا عادت میکنی توشه اصلا اصلا داکن گفتن وسط حرف توشه و چیز اونجوری نداره برای, برای اونا به این دلیله که ما ما یک سری محدودیت های فرهنگی محدودیت که نه یک سری قشنگی های فرهنگی داریم که به صورت چند هزار ساله به قولی مونده این جامعه رو به این صورت حفظ کرده به این جمهوری اسلام چه جمهوری اسلامی پهلوی اینا هم نیست فرهنگ و عرف مملکت بودا هست برای ما زشته خانم بی حیا باشه بیشور باشه خانم بد دهن بی چاک و دهن باشه زشته اون خانم خانم نیستیه اون یه هرزه است اسم کلمات عوض کردیم مثلا طرف فاحشه است میگه نه این فاحشه نیست این بدن خودش اختبا با فاحشه فاحشه است هرزه هرزه است بی چاک و دهن بی چاک و دهنه تو چطوری تو چطوری میتونی مثلا میای این قضیهش نشون میدی تازه اینم که من فکر میکنم ماتیکه حالا صحبت میکنم حالا باشه یا نباشهش برام مهم نیست مثلا اینا رو بیاری حالا یه داره بذار رو چیز کنم جو ورزشگاه جو خیلی کثیف و میفتی توش هیجانات غالب میشه بالا سرت وایساده دختره داره فوش خارمادر مادر فوش ناموس میده بهت قاطی بکنی فوش میدی بعد سنگ میزنی بیشوری البته ته بیشوریه ته همینا باقالی معمولا هم از اون قشری که تو ورزشگاه که میگن پرچم فلانو بکن تو چیزت دیگه تو این ورزشگاه این آدم که در اومده که رضا شاه روحت فلان قرن 15 ای ایران قرن 21 دنیا یه عده احمق پیدا شدن دنبال دیکتاتورن میگن شاه بیاد از کجا میان از بی دیگه یعنی آدمای کم عمق کم سطح و واقعا هم اینم هم بهتون بگم جو ورزشگاه عموم ورزشگاه نیست اون 7 8 نفر لیدری میکنن بی جسارت یه چیزیه که خب مردم مردم ایران عمومشون نجیبن عمومشون محجوبن سر خصوصا آقایون مطیع و با ادبن و اینا نشسته تشویق میکنه اون که شعار درست نمیکنه که خصوصا تو این لیدرها خصوصا توی این چیزای به قولی دو آتیشه فلانشون پا میشه یه چی میگه همه پشتشون رو میگن نمیدونه یعنی چی مثلا نمیدونه که وقتی میگه سپاهان اصفهان سوراخ فلان نصف جهان یعنی چی به خاطر یه تیم زیقی یه فوتبال زیقی داری به شهر یه مملکت ن... به قولی با تاریخ و تمدنش فلان توهین کنی سوراخ نصف جهان یه بهش فکر نمیکنی که فقط میگی با اینکه خودم پرسپولیسی ام ولی چون این مسئله سپاهانی نیست که اصفهان ارث بابامه شهر کشورمه تاریخ و تمدنمه فرهنگمه کل لیگ برتر و لیگ یک و لیگ دو جام حذفی و قاره و جام جهانی فدای یه کلوخ اسوان به خاطر اسوان بیام به خاطر فوتبال بیام شعارای به قولی به یه شهر به یه فرهنگ به یه تاریخ به یه چیز چیز بدیم یا مثلا طرفدارای فولاد طرفدارای تراکتور که داغونه یعنی دست من بود اصلا تراکتور رو یه جور دیگه باش چیز میکردم پایگاه و محل چیزا شده تجزیه طلبا شده چرا چون مخاطب کم عمق و کم سواد و کم شعور و کم فهم پیدا کرده اونجا هر چی بگن چیز کنن تکرار کنن حالا میارم بهتون نشون میدم بذار راستی من اینو برم یه لحظه پیدا کنم بیارم اینو نمونهشو بهتون نشون بدم دیده نمی کنم اما یه همچین تصویریه یه یکی از این طرفدارای رضا پالان یعنی یکی از این بهایی ها یا یکی از این اجنبی های فارسی بلد یکی از این سهیونیست های فارسی بلد اینجوری میکنه میره به یکی از این یه خانومی که توی تظاهرات ضد اسرائیلی تو آمریکا شرکت کرده تو دانشگاه آمریکایی باقالی داره از چیز میکنه داره مثلا دستان کردن که مثلا مخالفت کنن با جنگ و اینا بهش میره میگه که تو ایرانی اینجا چیکار میکنی تو خائنی و فلان و اینا از این صحبت ها میکنه بعد میگه چرا میگه مردم اینا میگن میگه مردم کجا اینا میگن میگه ندیدیم اگه تو ورزشگاه میگن پرچم فلسطین بکنن نه 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 خب همین اینجا رو داشته باش به این بحث سیاسی رب داده میشه به فرهنگی از کجا شکل میگیره رو کجا دست گذاشته میشه دیگه خیلی وقت هم صحبت کردیم تابلو دیگه چجوری هم روش کار شده ارو سینما سریال ها سلبریتی ها موزیک فیلم مناتو شبکه بهای مناتو فلان اینا مخاطب عقل کلا پخته شسته فلان کرده بمان کرده چرا فکر میکنی سعودی آشقال نشنال به قولی ورزشی داره مزدگ میرزایی برده اونجا میدونه چون آدم نفهم رو میشه دست گرفت آدم کمفهم رو میشه بازی داد آدم نفهم رو میشه مزدور کرد آدم نفهم رو میشه به قولی مثلا چیز کرد که خیلی خیلی کارا رو بکنه دست گذاشته روش دیگه مثلا اون قضیه زن زندگی آزاد یکی از بحث‌های مهمش همین ورزشگاه زنا زنا رفتن و اینا شد اصلا این باعث شد زنا پاشون تو ورزشگاه باز شد و فلان دیگه به آی زنا دارن سرکوب میشن دارن فلان میشن چرا چون تو میای ارزشی بهش نگاه میکنی میگی آقا توی ارزش ها شما باید قوانین عرف اینها باید محافظه زن باشه از زنه حفاظت کنه حالا زنه برای اینکه حفاظت بشه مثل یه دختر 14 13 ساله بابا بهش میگه دخترم ده ای شب حق نداری بری بیرون نوعی شب حق نداری بری بیرون شب باید خونه باشی این میگه این چیه چو داری منو سرکوب میکنی تو این خونه دخترها رو سرکوب میکنن فلان بابا وامیده میده دختره برو بیرون هزار تا بلا سرش بیاد همین حالته مثلا همون چیزی که توی بقولی نمیدونم آی به یه خانم توهین شد آی به فلان الان همینا همینا که الان داره با سنگ زنا رو میزنه بی غیرت قیافه س... معلومه پسیخوره دیگه پسیخوره، یه ضعیفه پیدا کرده میخواد ضعیفه رو بزنه با سنگ اونم از راه دور چقدر آدم باید نامد کم باشه چقدر کم باشه اونم از دور زنو بزنی بعد بیای توی فضای مجازی شروع کنی جمهوری اسلامی ما رو فلان کرده زنا رو فلان کرده این مملکت فلانه این نمیدونم بمانه نمیدونم زن زندگی و آزادی بعد بیای تو کاناله یکی مثل این دیگه بره مثلا تو کانال هواداران سپاهان کانال هواداری سپاهان مثلا بیاد بنویسه که زیر ساختای تو این صندلی و توالت نیست شعوره که این جماعت وحشی و بیشرف انگار ازش بویی نبردن نمیدونم فلان همونه این نیشه. این پرسپولیس شون شه فرق این مخاطبی که ببین چیز گذاشتی بری مثلا کانال و فلان اینا وقت بذاری چه نوع آدمیه که چه, چه آدمیه که مثلا حالا خودت چیز نکنم حالا بالاخره نمیخوام تو این کنم چون اون هموطن دیگه چیزمون هم زیاده چی میگن داده اجتماعی چی میگن وسعت زیادی از آدم هاست دیگه تو که نمیتونی بگی که چهار نفر اینجوری میکنن مثلا فقط سپاهانی ها بیشورن که نمیتونی ایتر رو بزنی که اسوان پرسپولیس سپاهانی هم داره یا نمیتونی بگی اسوانی ها فلان هم که پرسپولیس سپاهانی میکنه به یه ملت داره تو این میکنه بیشور و وحشی و بیشرف هم که به قولی بس داده میشه به من هم داده میشه به تو هم داده میشه و خودمونیم دیگه هم اون خودمونه هم اون خودمونه آیا منظورم اینه که حالا خودمون بیشوریم؟ هم آره هم نه چون بیشورات تو خودمونن و تعداد کمیان اما زیاد دیده میشن صدا دادا مثل دختر ه... سلیته های هرزه زیاد دیده میشن هرزه بازی سلیته بازی در, می... در میارن دخترهای محجوب به قولی چیت که دیده نمیشن اینا دیده میشن کشور ایران و اینا دارن به دنیا نشون میدن تو خارج که خیلی بدتر طرفدارای سلطنت طلب و مجاهد و تجزیه طلب و بهایی و اسرائیلی فارسی بلد میبینید دیگه روز و شب دارن آبرموناتو تو دنیا میبرن الان سر همین قضیه حالا من خود این قضیه آیا این اتفاق جای دیگه نمیفته صد بار میفته هر روز میفته انقدر میفته کسی نمیبینه اصلا نشسته وردش چیزاشون اینه این ورد طرفدارای مثلا لیورپول اون و طرفدار فلان با انگشت وسط با هم حرف میزنن فوش کارمدار به هم میدن کی گفته این اتفاقا نمیفته البته اینکه سنگ پرت میکنن یا نمیکنن پاش برسه نارنجک و کوکتل مولوتوف هم پرت میکنن مونتا چون خیلی نظارت توش زیاد دوربین هست فلان هست خیلی برخوردای زیادی در طول تاریخ باشون شده الان تونستن کنترل کنن دقیقا اروپا که اصلا اونا که وحشیان برق قچه دوربینا قچه هم رو میخورن نه که همه وحشیان هم البته ولی تعداد وحشیاشون خیلی زیادتره ما اصلا نه قانون داریم تو این مملکت نه دوربین داریم نه مثلا الان اینا آقا اینا عکساشون مشخصه چرا برخورد نمیکنی توی این مملکت آزادی زیادی هست ولنگواری هست هیچ وقت برخورد نشده که کی با کی برخورد شده تا حالا دوباره هفته بعد میاد استادیوم دوباره همین غلط ها رو میکنه دوباره فوششو که میخوره ما این جمهوری اسلامی این نظام اسلامی این کشور نمیدونم فلان این فرهنگ کوروش بیا اینم آریایی کوروش بیا اینم فلان و بمان دیگه این کاراکتر مرکداری هم نیست بحث های فلان دیگه خود خود اسوانیه به قول چیز دیگه خودمون دیگه تازه قالبشون هم که ساکن تهرانن بعد آره این این چیزا پیش میاد این. ولی اونا نظارت میکنن الان شما بیا این ده نفر رو بگیر وسطش استادیوم شلاق بزن چه میدونم واسه مادام اون ممنوعش بکن واسه ورود به ورزشگاه جریمش بکن بیا تو بیا به از بانوانش چه میدونم از دخترو معذرت خواهی بکن دیگه کی غلط میکنه این کارو بکنه خارجی ها این کارا رو میکنن نه این نیست که اینجا نمیدونم فلانه و اینجا هیچی نیست ببین خیلی از چراغ قرمز این مملکت دوربین بالا سرش نی ولی مردم پشت این چراغ قرمز وای میستن تو کشورهای دیگه دوربین قطع میشه هیچکی کی چراغ قرمز وای نمیشه و این چرت و پرت فیلم ها سرس مسئله از این طرف دو آقا بچه رو ببین خیلی سخته خود بچه بودی اگه یادت باشی مثلا حواست باشه اولین بارایی که مثلا عکس فهمیدی بچه چطوری به دنیا میاد اگر اولین باری که فهمیدی بچه چطوری به دنیا می خصوصا به سن بلوغ نرسیدی یعنی تمایلات جنسی نداری خیلی کثیف تو ذهنت اون موقعی که مرغابی بچه رو میارن میشکنه خیلی یکی از زمانهایی که انسان بحران روحی میبینه مخصوصا تو اون زمان به بچه یا اگه مثلا فیلم جنسی ببینه عکس جنسی ببینه چه میدونم مسائل جنسی پیش بیاد تجاوز بشه فلان بشه به اون بشه خیلی مسائل سختی یه چیزی که تو انسان امروز بیشتر دنیا متاسفانه اتفاق الان که اروپای بدبخت بچه رو میبرن سر کلاس بهش درس درس چیز میدن با روح روانش بازی میکنن ته, ته ته تجاوزه بچه رو بچه میبری ورزشگاه به قولی میشنوه فکر بکن اصلا خیلی چیز دیگه براش دیگه چه رو... آسیب و روحی داره من محیط ورزشگاه همیشه همینا زن و مردم نداره الان بهت میگم حالا این که نداره من من یه حرفی زدم گفتم باید برخورد کنی فلان بمان کنی به اون چاره نداری باید این کارو بکنی باید حفاظت کنی از زنها از بچه های مملکت باید حفاظت کنی حالا آیا این مردمی که اینجا رفتن اینا کیان اینا آخوندان اینا بسیجیان کی باهاشون این کار کرده اینا بهشون تجاوز روحی شده تجاوز فرهنگی شده توسط مناتو بی بی سی و رضا پهلوی ها اینا که این غلط ها بکنن بیان به خاطر یه فوتبال مزخرف فلان روح یه بچه رو بکشن همه ی اینا شریکن تو کشته شدن ایق... به قول روح روانه یا میتونین چه آسیب های روحی روانی به این بچه ها فقط دو نفرن الان میدونی چقدر اصلا بچه ها دوست دارن ورزشگاه برن پدر ها نمیبرن من اگه بچه داشتم عمرن نمیبردم ورزشگاه داره یه چیزی از دست مردم میگیرن دیکتاتور ترین آدم ها هم همین همین قشری که اتفاقا بعضی وقتا دهنشون هم خیلی بازتر از بقیه است فوشو و فلان و اینا خب کی کی الان چرا آها حرفم این بود اینو میخواستم اشاره کنم آیا جامعه میاد نگاه کنه بگه چه ضرری داری به بچه میزنی آسیبی به اصلا فوتبال مال بچه هاست بابا بزرگ شدی برو تو خونه میبینی خودم فوتبالی هم ها. ولی میگم دیگه مال بچه هست تفریق کنه فلان کنه بمان کنه دیگه بذار یه دلش به چی خوش باشه دیگه این که مال بچه ها نیست قبول ندارم که بچه نباشه فلان نباشه با من لذتی لذت تو بچگی تو مدرسه کری میخونی با همکلاسی کلاسی و فلان و اینها اینو ازش نگیری که آیا جامعه میاد نگاه کنه بگه این فوش ها داره به بچه ها آسیب میرسونه میاد بگه این بی ها پدر بچه ها رو در میاره خصوصا بچه های 14 15 ساله با این دخترایی که دارن چیز میکنن داره بون یادشون به قولی از هم میپاچه این بچه میره تو مدرسه اون بچه 16 17 ساله که تو بیرون ممه دیده تا به قولی را میره داره آدامس میجوه به قولی قالب باغ یارو اندونی یارو ببخشید دل سریع باید صحبت کنم اندونی یارو داره آدامس میجوه 16 17 18 ساله به قولی چیکار میکنه چیزش سر چیز در از خودش به قول ضعیف در از خودش خودش پیاده میکنه جامعه اصلا این چیزا رو میبینه میفهمه زن زندگی آزادی فلان بیا این آزادی میشه این وقتی که جامعه ای رو تبدیل به سیمپای چیزلیز به قولی بی اراده بی عزت نفس بی کنترل چشم بی کنترل نفس بی فلان کنی مرداشو مرداش یه مش تو سری خوره به قولی حول ضعیف بیت بیرت از اینا نه که شده اینه چون کشوری ضعیف میشه که زنونه بشه هر کشوری فمینیست شد بدون مرگش رسیده از مرگ آمریکا حالا کار سیاسی نشون ولی فقط همین به این بسنده میکنم اصلا یه گفته ای تو بیشتر انگلیسی ها میگن کش الان میگن مثلا کشوری که زنونه بشه تو کل تاریخ نگاه کنی قدرت دست زن اومده تصمیم دست زنا عرف دست زنا همه چی برای زنان چیز بشه از ب... از هم میپاشه چون نظام بقای جامعه شب به میره و زنه نمیتونه کامل نگاه کنه جلو چشش رو نگاه میکنه میگه فقط این روزری ها وردارم این ممه رو لخ کنم من آزاد باشم دیگه کاری به اون بچه چارده ساله و اون کارگر فلان و اون پیر مرد فلان و اون آدمی که به قولی میخواد خراب بشه و دیگه فکر نمیکنم اینجوری نگاه میکنن و نباید کلیت نگاه کنن بعد برن تو مسائل جزئی که مال خودش مفید مرد نمیتونه انجام بده بعد اون کار انجام بده حالا این همه این همه سال ها مثال این همه سال هوادار مرد بدبخ زیر بارون و گرما و فلان و سرما و بمان و بسار اومد ورزشگاه پای مون اومد با سید حسینی عکس سلفی بندازه سید حسینی با لغیت ردش انداختش اومد اومد با فلانی عکس بگیره اما کریمی حالا اسم نبرم با فلانی اومد از جیمی جام کرد دوید اومد یه بغلش کنه چک خوابون زیر گوشش نمیدونم فلان کرد اصلا آدم حساب نشد بعد ببین من دارم من چند سمتش نگاه میکنم بعد سری هر چی میشه هی عکس افشین بیروانی شما لایق بهترین هستید شرمنده شما چرا فقط چرا شرمنده چرا زنا شما باشید که بودنتان افتخار است انگار اگه زنا نباشند به قول این ورزش نمیگذره ترکتور رو دیدید اولین بار زنا اومدن شش تا گل خورد اولا دیگه بازیکن زن دیده نمیدونه به قول چیز میشه به خود اون یادش چیز میشه اونم چه نوع زنی زنی که زن سالم فلان که نه البته حرفم بده اه... غالبا آقا اونم آدمه اونم میخواد بره تیمش رو تشویق کنه فلان من البته میدونید که من همیشه گفتم مخالف زنام تو چیزا اینا گفتم برن ورزشکارای زن دهنشون سرویس شده این همه دارن زحمت میکشن فوتبالشون رو هیچکی نمیره ببینه فوتسال زنا فوتبال زنا برید فوتبال خودتون رو چیز کنید ای نمیدونم ارزش و حمایت حمایت میخوای بکنی با برو فوتبال زنا رو ببین چرا باید بری حتما فوتبال مردا رو ببینی که همیشه هم گفتم این تریده NFTه بازیکن فوتبال فلان اینجوری میخوان مقالی تماشاچی چه دیاد کنن کاسبیشون دلالا بگذاره دست دلالا بازی دلالیه سیاسی میاسی اینا هم نیست اجتماعی اینا هم نیست الغاز که یه بیان سیمپازی در بیارن این همه به قول تماشاچی چه مرد هم اصلا آدم حساب نکنیم زن، اصلا از برابری اینا گذشته حالا این همه بارها هوادار مرد خور... چیز شده فلان اینا من من یه صحبتی دارم من میگه معمولا اخبار دیدم و تو روزنامه همه همون از همون کلیپر ور... همین کلیپر رو برداشتن میگن یک این سنگه خورده به سرش فلان شده که البته این بالاخره پخش کرده پرت کرده دیگه غلطو کرده مهم نیست خورده یا نخورده یه برخورد کنید بذارید این اتفاقا دیگه نیفته ولی این چی چطور اینو میبینین اینجا هم کاری نداره میشه حالا من نمیگم هست یا نیست ماتیک شبیه ما ماتیک ماتیک وردار بکش اینجا فلان و فلان چیز بازی هم در بیاری مثلا چون هم زنی همه دنیا میافتن دنبال کلا همه چی اینجوری شده دیگه زنا یاد گرفتن اینجوری میبرن جلو تو همه چی آقا مثلا تیم سپاهانو ببرین مثلا چهار امتیاز ازش کم کنیم خودم پرسپولیسی ما ولی میگم اینم ممکنه این چی بس این چی اینکه خیلی بدتره که آقا من نمیفهمم ضعیفه تو اصلا نداری تو نداری تو رو میچیزن تو نمیتونی به چیزی تو رو نمی تو رو میچیزن آخه تو نمیتونی به چیزی. ببین فکرشو بکن یه ضعیفه انگشت وسط چیز میکنه به مردا خب بعد میگه مردا فلان اینا البته نباید بکنن اصل مردونگی اینه که اون زن نفهمه اون ضعیفه اون زن نیست ببخشید اون ضعیفه است چون زن معمولی و سالم و فلان نیست که کدوم زن سالمی انقدر بیچاک و دهن و هرز و بی افت و بی فلان میشه که بیان مثلا فشای کشدار به این و اون بدن به مردا میخاره دیگه میخاره که میخاروننش یه هم یه ده واسه ما اینجا نمیدونم غیرتی فر غیرت سر کسی حفظ کن که خودش ناموس خودش رو حفظ کنه کسی که ناموس نداره چیشو من برم من که اتفاقا به من میخوان فوش بدن برم ازش حمایت کنم چون زنه این حاصلش حاصل هم این آزادی زن و زن زندگی آزادی به این خواهد رسید بزا بگی بذار یه درش رو بچشن بچشن بدونن که اگه ول کنی حالا که آزاد شده آقا چیه فش دادی اونم زدتت دعوا کردی اونم زده مگه نمیگی برابرید مستقلید نمی قوید هر زن مثل یه مرد قویه حالا برید بجنگید با هم. مثل آمریکا خواهد شد که الان حرفاتون این باشه که آیا بکسور زن باید با بکسور مرد بجنگه یا نه احمقانه ترین حالت ممکن دنیا به ابتزال کشیده خنگن این باید یه معبد می بود این باید یه معبدی می که پرستش میشد توسط این این باید محافظ این می شد حالا که خودش زده به قولی چیز مسجد و متولی حفظ میکنه اصلا فکرشو بکن خیلی من همیشه برام سوالا خیلی هم پیش میاد چون از اون اولم الان ها اینا هم نیست الان رسانه اینا شده از اون دوره دبیرستان اینا و اون دختر دبیرستان اینا تو پاک دوره هم میشستیم فلان یا همیشه بیچا هم بودن این نوع دختری که چیز میکنه مخصوصا فکر کن اون موقع این کارها رو میکردن دیگه چه برسه الان چیز جدیدی هم نیست غالبا هم اکثرا هم میگم یه تحت نفوذ فرهنگ بهایت خیلی روش کار کردن خیلی روش من بهایتم تو آین و دینشون اینجوریه که میان با رفیق میشن برای اینکه گمراهت کنن و میان مثلا با مهربونی اینا میخوان کار کنن خیلی خیلی مسئله سخت و چیزیه حالا باید نمیدونم خوابن یه چیزهای فرهنگی اینا حالا خیلی سوال واقعا آقا تو چ... تو چی داری تو این, این یعنی چی به قول میگن گر خوشگلکی مرا فلان فلان از فلان او مرا خوش آیه آخ تو چ... خیلی دیگه من تو این چیزای را چیزا صحبت کردم یه گفتم یه مرد اگه یه زن به یه مرد تجاوز کنه مرد لذت میبره خب چطور میشه که تو الان در صورت که به زن تجاوز کنی انگار یه قتل انجام شده واقعا انگار روح و روانش کشته میشه خیلی سخته واسه یه زن خب چطور میشه الان جایی جوری میرسه که زنه تو جامعه ایرانی تو جامعه ایرانی که افت ناموس و فلان اینا داره ببین به ناموس پسره الا همین پسره رو من اینو میگم میگم به ناموسش تو این شده دیگه فوش خار مادر کشیدن بهش و فلان و بمان تحمل نکرده به قولی سنگ برداشته داده بالاخره آدم از کوره در میره حالا این خودش که ناموس یه نفره اومده بی ناموسی میکنه خب <applause> چرا ما باید داری؟ چرا بعد چرا بعد به قالی واسه دخترای غیرتی بشی واسه سگای ولگرد مسیقو میکلا چرا غیرتی بشی واسه کسی که خودش ناموس نداره ناموس خودش رو حفظ نمیکنه خیلی البته اون خ... اون زنم بالاخره به طور چیز دارم صحبت میکنم این و اینم اسیر جو ورزشگاه اینا ممکنه شده باشه ممکن بالاخره اینا رو یاد گرفتن الان دیدی که دخترها خصوصا بعضی از این یک که ایرانی نیستن تو ایرانن خیلی بعضی و بد دهن یا این چیزا دارن اصلا عجیب غریبه به یارو میگی بابا خجالت بکش فلان فلان شده یه فلان فلان ولو. اما حضور زنها میتونه استادیوم فاشی رو کمتر کنه اما زنهای سالم زنهای واقعی که زنهای واقعی به هیچ عنوان ورزشگاه نخواهند رفت هیچ جای دنیا هم زن درست حسابی سالم وردش که بره چیکار کنه زن سالم نبار میره بهت بگم کل دنیا این یه چیزای خورونن برات فکر میکنی نه این اب نداره نه بار ببین بار نمیره کلاب نمیره زن سالم درست حسابی بار و کلاب و استادیوم و کازینو نمیدونم این چیزا نمیره نمیره تعارف نداریم این زن ها این نو زن هایی که استودیو میرن که چ... البته تو ایران چون بالاخره یه ذره بازی روانی اینها داره اینجوری نیست که بگیم زنای خوب استودیو نمیرن خیلی هم خوبن خ... اینا هم هستن میره اینا تحت نفوذ فرنگی در تاثیر تجاوز روحی روانی فرنگی بهشون شده تهاجم شده به قولی تهاجم فرهنگی اینا شده اینا چیکار کنن هم یه دو دقیقه میخوام برن با هم داد بیداد کنن جیغ بزنن اشکالی هم نداره زن تو زنن دیگه قسمت زنا جدا من مخالفم اول ولی میگم حالا که میره ولی خب باید افت خودش رو حفظ کنه دیگه نداره چهار پنج نفری که سگای ولگرد قومی کلا اونجا بازی کنن براش وگرنه نه سنگ میخورن اگر کشور بیافته دست اینا آزادی کن فلان کن بمان کن بیغی و بندیشه این میشه فردا تو مترو میبینه یاره داره انگولکت میکنه بدن خودت دست خودشه تو لخ میکنی اونم نگاه میکنه تو چطور ممر چاک فلان چاک ممر ریختی بیرون بدن خودته منم چشم خودم و میخوام نگاه کنم مثل یه تیکه گوشت آشغال نگاه کنم این این آخرشه این تعارف هم نداریم اینقدر پشت تعارفات چیز شدیم وظیفه جامعه وظیفه مرد وظیفه خانواده وظیفه دم چه میدونم حکومت وظیفه هر کسی که حکم حس پدرانگی داره تو جامعه ای که داره تبدیل به فمینیست و دختر سالاری و زن سالاری میشه خیلی هم سخته البته پدر و بدبخت و بیچارش کردن اما هر کسی که وظیفه پدرانگی وظیفه محافظت وظیفه نگهداری داره وظیفه داره از عموم جامعه حفاظت کنه اون عموم جامعه بچه 14 15 ساله هم هست بنابراین شما باید برخورد کنید اون زن من مخالف ورود زن هام همیشه هم گفتم اما تو این قضیه تو این الان تو این حاله که شده اتفاقی هم نمیفته بده باشه فلان بره ربطی نداره بگی چون فش داده نیان نه این زن و مردی نیست این چیزیه که به قول مسئله چیز دیگه و اون چهار پنج زن ها رو فیلماشون هست شناسایی کن اونا رو را, را نده زنای با قولی بی افت و بی فلان راه نده اون مردای فلانی که میبینی داره آجر برد میکنه سنگ برد میکنه چرا دوباره راه میدی ورزشگاه چرا با چی برخورد نمی بدن تو گوشش آها اه رسیدم به اصل نکته حالا شما میخوای بیای از جامعه حفاظت کنی میخوای بیای این بچه 14 15 ساله رو براش محیط امنی و ایجاد کنی که شاید یه روز با مادرش بیاد ورزشگاه با خواهرش بیاد ورزشگاه کنار هم بشینن انگار که سینما میرن چیپس و پفک بخورن لذت ببرن میخوای اون رو فراهم کنی درسته برای اون باید آتش و فلان رو حذف کنی باید آتش رو حذف کنی باید پاک کنی زیر ساخته نمیدنم میله بزن شیشه بزن نرده بزن اینا درست نمیشه باید آشقالا رو هست هز... کار که اروپا کرد بالا سر هر کسی یه دوربین گذاشت کار که چین کرد پ... دماغش رو فین کنه یه جای اشتباهی باید یه فاینی بده و جریمه بده فرهنگ و ادب انضباط با خطکش میاد انضباط با خطکش میاد با خدکشو به قولی بفرما بشین جفتش با هم. تکی نمیشه محیط پاک کنی که همه بتونن بیان مردم زندگی کنن آقا از چه اشکالی داره ما که میگم وجود زنهای سالمه فلان بمان تو این ورزشگاه اشتباس نباید بیان به خاطر اینکه ورزشگاه مدل خارجی است این, این فوتبال های اروپایی رفتی نشستی این میگه نمیدونم چه میدونم فلان فلان شده یه ونکه اون میگه حالا کلمات بعد استفاده اون میگه نمیدونم فلان این اونه این خود اونا هست اتفاقا نه تنها بیشور یا فلان عدید شما ندارید که دقیقا کپی کردید اونا اول این اونجا باشه اینجا باید پاک و سالم باشه مردم برن بشینن این اتفاقا پیش نیاد و برای این فقط هم کار فرهنگی این دروغ کردن تو موقع این آخوندهای صورتی آی نمیدونم فقط کار فرهنگی هر کاری هم بخوای بکنی یه آخوندی پیدا میشه میاد بهت میگه نه اسلام گفته این فلان اینا اگه اتکلون هم بزنن پس فلان میشه بس نمیتونی هیچ راهی هم نمیدن بابا بگید رو دستت بزن دهنش سر غلط کردی سنگ ناخته به خانوما بزن لتو پارش کن البته اونم نه اینکه اون لتو پار به معنای تنبیه کردن ها نه اینکه بزنه یارو رو ساقط کنی از زندگی یه کار کن مثل پیرمرده بیاد عذرخواهی کنه بگه شکر خوردم دیگه تکرار نکنه در این حتی منظورم حالا من به زبون چیز دارم میگم یا اون خانومی که انگشت وسط نشون داده اون انگشت وسط رو بگی بشکن نری بشکنی یا منظورم اینه که تنبیه بشه دیگه نکنه این کارو آخه خیلی با... اصلا عجیب. تو نداری آقا تو خان ضعیفه ضعیفه پلش تو نداری که بخوای به چیزی تو رو میچیزن چرا به خودت فش میدی ولی کنه این چیزا پیش نیاد این درد و بلاش نخوره تو زنای دیگه اون بدبخ اومده تیمش رو تشویق کنه چرا اون باید هزینه بده اون بدبخ سپانیه اون یکی اومده تیمش نه چرا اون باید هزینه بده حالا سپان استقلال ایناش مهم نیست مردم بقول اینا بازی های چیزه بابایا نمیدونم ایلم فلان بمان این چیز قرار بده تنفری بشه دیگه سند ترید گلادیاتور اما باید برخورد کنیم حالا باز نکته مهمتر اصلی تر میتونی برخورد کنی؟ اینجاست که اون بیشوری بیشخصیتی فلانی که گفت گفت فلانه گفتم منظورم این نیست که بیشوریم اما بیشورم هستیم گفتم که پس خودمون هم هستیم اما نه که ما بیشوریم فلان خارج یا نیستن ما باید خودمون رو با فرهنگ خودمون مقایسه کنیم نسبت به فرهنگ خودمون بیشوری و بیشخصیتی و ایناست نسبت به غربی و شرقی یا اینا فرشته ما ما همین که سنگ برداشت کرد این گله همون دختری که انگوش وسط نشون داد این پاک ترین دختریه که تو جوامع خارجی میتونی پیدا کنی نمیتونی اصلا پیدا کنی انقدر دستمالی شدن مثل توالت عمومی شدن خیلی ما بدامونم هم خوبن منظورم چیه با مقایسه خودم اما نمیتونی برخورد کنی چرا چون به محض که بیای برخورد کنی چی میگن وای جمهوری اسلامی اومد یه رو به جرم دیدن فوتبال دستگیر کرد کسافت ها همه شون هم همین, همین قشت ها کردن دیگه الان تو همین تو همین زنان نگاه کنی تو همین زنان نگاه کنی بیمی همین یه دونه میتونه تمام اینا رو بخط کنه یه چیزی بگن این دلیل نمیشه همه اینا بد باشن نه این جو سودیام یه چیز دیگه است اما تو با اون یه دونه که برخورد کنی همونطور که همه اینا مثل اوشکولانه اوشکولانه واقعا اوشکولانه پیرو و یه به قولی یه همه توتیا پیرو و یه مانکی و یه, میمون میتونن ادا در بیارن ادا اونو در میارن همون گونه هم برای این میان حمایت میکنن هشتگ میشه اسمش آی نمیذارم، مثل برخوردی که باش سگا باش دست فروشا, با دزدا با قاتلا با کیف برا با کیف اینا که میشه یارو میریزن میگن ولش کن ولش کن این همون نمیذارید نمیذارید اینجا خودمونیم بیشوری اجتماعی این واقعیت اینم باعثش هم همون شبکه من و تو بهایی ها واقعا یه خیلی خبیست تو چیزشون هم هست چون تو ظاهر رفاقت میکنن با میان مهربونی میکنن 20 سال باهات مهربونی میکنن تو چیزشونه دیگه این با این آیدیای تو بهش رفتنشون اینجوریه قبلشون هم یه اسرائیله فقط شیه باشی یا با کسای دیگه فش و چیزایی اینا کار نداره که فقط بیان برسوننت به این قضیه که شیه زدایی بکنن که پشتوانه مذهبی فرهنگی عقیدتی رو ازت بگیرن بشی توتی دنبال میمون را بیفتی خیلی بده دی ببینید خودشون ناموس ندارن برگردن به یارو بگم بابا حرف چی نزن جلو زن زن حرمت نداره که خودش حرمت نداره چه حو... چه چیزی بخوای بهش بشونی دنبال همینا دیگه حرمت زن رو بگی از فمینیسم برای همینه کثافت اندر کثافت فمینیسم کثافت کووید بدتره هست، کرونا بدتر کل دنیا رو گرفته اما مسئله مهم اینه که چرا تا بیای برخورد کنی هزار تا چی درست میگه الان دختره توی انجمن اسلامی فلان دانشگاه بوده هیچ باخی نشده الان الکی دنبال سیاسی بازیه که شاید پناهندگی بره چون نمیتونی اپلای بگیری که آقا الان دکترا داشته باشی داشت. فوق دکترا داشته باشی داشت. رزومه خوبی داشته باشی داشت. مثلا آمریکا فکر کن تو ذهن خودت آمریکا اون به اشتفاض است فلان ایران که نمیتونی بره که باید بری مکسیکی باید بری کانادای و بری یه جایی از اونجا یه حالت دیگه یه حالا یه چیز دیگه یا اینکه خیلی یه ای دانشگاه خارجی یه دیگه خیلی بخونید اینجوری بتونی بید. چه راحت ترین چیزی چیه پناهندگی سیاسی این بازی ها خونی برید هشتگ برید اینا هم بریزن چیزت کنن حمایتت کنن سوراخ هم که گیر آوردن حرف من راجع به اینا وگرنه شما که میبینی شما که میبینی سپانی ها این حرف میزنن مرد دارن این حرف میزنن قبلش واسه اینه که اینا شروع کردن این حرفا رو زدن فلان که ببین چیکار کردن یارو پیرمرده با قیافه خودش اومده اون رو زده که زر مفتی هم زده و باید هم یه معذرت خواهی یعنی چی معذرت خواهی تموم شد خصوصا به خاطر اون سربندی که اونجا نوشته و بزنه تو گوشش فلان فلان شده چون تو اون پیرمرده فش نمیخوره که سپاهان سنگی که طرفدارای محترم سپاهان زدم و سر یکی از بچه های ما خون ریزی کرد و من حالا حتی ش... اینجا هم یه چیزی بگم راجع به همین مسئله رسانه اینا ببین اینا بازیه اصلا شایدم خود اینا در بیارن که بخوان ورود زنها رو ممنوع کنن بعد بندادن گردن جمهوری اسلامی اینا ممکنه این چیزا باشه هزار تا چیز ممکنه باشه چرا اینا میگم چون اینها وقتی یه خار تو دستشون بره هزار تا فیلم میگیرن منو و تو بی بی سی همه جا پخش میکنن اینجوریه تو ایران وقتی که به تو خون نشون میدن ماتیک نشون میدن سس نشون میدن رنگ نشون میدن سس توپالی نشون میدن فلان میدن خود مجروح نشون نمیدن همیشه اینجوریه که باید شک کنی بگی شاید واقعی نباشه اصلا شاید واقعی باشه اصلا باشه یا نباشه تو این قضیه الان فرقی نمیکنه البته ها. اما تو به طور کلی دارم بهت میگم یا من معمولا قبول نمیکنم این چیزا رو کاری نداره زن یه ماتیک بذاره شا. یا بره فلان کن بیار مثلا سپاهان سه امتیاز ازش کم کن این کارو میشه کرد یا مثلا ورود زنا رو ممنوع کن یا بریز مثلا پروژه باشه خود مثلا دختره اصلا چیز جمهوری اسلامی اومده الکی چیز کرده که میخواد جلو زنا رو بگیره هر روشی بخوای فکر کنی اینجوری میتونی بهش استنادی نمی کنی و قالب اینه که این بخش چه در رسانه میخوام بگم اما غیر قابل پیشه نه سنگا دیدی برداشته بود زده بود اون ورش هم اتاکسازیه رو برات کرده پس تو میگی حتما همون سنگ خورده دیگه کما که اینجوری هم شاید نباشه چون سنگ معمولا الان تو وردشگاه اون حالت نداره سنگ ببری بطری مطری آره ولی یا باید یه جا رو بشکنی سنگاشو ورداری تو این دعوایی که جمعیت کمی سنگه وجود در من این نظرم اینه اما اصل قضیه آیا شما موقعیت آیا آیا حواست هست, هست که ممکنه این چیزها پیش بیاد اونم زنها چرا فکر میکنی زنها رو بردی گذاشته اونجا که فش ندن معدب هن مثلا معدب بشن اینا واقعا عقل مسئولان همینا مسئولان فرهنگ ورزشی ما ببین دیگه مشائی وزیر میراث فرهنگی بود زرقامی وزیر میراث فرهنگیه اکثرا اصلا دست بهاییت تو این قضیه خیلی مشهوده روی قضیه فرهنگی و این چیزا مدیران و ارشاد و این صحبت و گشت ارشاد و همه اینا دنبال این از دو دولبه تیغ دنبال این, این مسائل هستن و آره اون رو نفهمیه دیگه بالاخره ن... یا نفهمیه یا قرض و مرزه جایگاه چیزو گذاشتن چون معمولا خانم ها خب آدم که عقلش برسه اینه دیگه میگه مگه نمیخوای پرس پلیسی آقا میخوای معدب بشن اینا رو بذار بغل اونا دیگه بذار بالا ها هم اونا دیگه خیلی خیلی از اول چینده شده برنامش آتی سازی بی شعوری بی شرفی بی حیایی بی همه اینا با خیلی تابلو اصلا قضیه یعنی الان شما باید بیای برخورد کنی با کی اونی که دست انگوش وسط نشون داد دختره انگوشت اونو بشکن پسری که سنگ زد دستشو بزن لتو پار کن اون پیرمرده که اون زیر مفت زد پف فیوز قروم ساق خصوصا اون فروندی هم که داره ببخشید چی زیر بزنی باید بگی ببخشید تخم فلان فلان شده دوتا تا چک بزن زیر گوشش بازم تکرار منظورم نیست بری انگوش بشکنی یا چک بزنی فلان این کاره نه این دارم با زبون نه باقالی. کو کوچه بازن میگم برخورد کن نه اینکه بری بزنی ها مثل وحشی ها اینا منظورم نیست تا دست قد کنی بزنی فلان شلاق اینا منظورم برخورد کن برخوردی که باز دارنده باشه برخوردی که یارو بیاد بگه گو خوردم بیا فیلمشو بگیر فیلمشو بگیر یار اعترافشو نشون بده فلان فلان شده واسه چی فلان فلان دیگه غلط بکنه یکی این غلطا بکنه فضای چیز درسته دو برو اون اونایی که برنامه رو چینن، نن زنا رو بیارن بذارن اونجا آها لیدراشون هم پیدا کن اونا هم دهنشون رو سرویس ما فلان فلان شده قروم سر یعنی چی چه وضع برنامه ریزی های ریدید تو چیز هی هزینه سازی میکنید با این چیزاتون الان هزینه ای ساخته نشده اتفاقا به نفع جمهوری اسلامی این مسئله تو این مسئله من دارم بهتون میگم و این شرایطی ای که میشه هزینه ساخته شه روی اینا چرا فیلم رو پیدا نکردم چی گشتم مثلا ادراک سازی کردن توی زامبی هاشون که مردم ایران میگن پرچم فلسطین رو بکن فلان فلان چرا میگه ندیدی مگه استادیامون حرفا زدن خوراک تولید میکنن دیتا تورس میکنن میگن پس مردم ایران میگن رضا شاه روحت شاد، جاوید شاه خاک بر سر یعنی قرن 21 توهین بیشتر از این به ملت ایران نمیشه کرد تو قرن 21 یه سر چیز احمق دنبال دیکتاتور میگن شاه داشته باشیم خب نیستیم دیگه ما خر کدوم یعنی کی میتونه همچی حرفی راجع به ایرانیا بزنه یه یعنی انقدر احمقن که دنبال دیکتاتوری ان تو چیزن دنبال شاه آوردنن نمیتونی این حرفا بزنی فوشه فوش کشدار هستن یه ملت تو این کردن رو نمیتونی بگی ولی چرا الان میتونی بگی چون این چهار تا پنج تا وردن تو خصوصا تو فضای ورزشگاه برنامه ریزی کردن اینها هم برنامه ریزی واسه مسائل اینجور درسته الان به ضرر جمهوری اسلامی نیست نمیدونم چون بالاخره اسرائیل درگیره اینا هم ناهماهنگ کارا اشتباه میکنن و این این حاصل کارهاشونه دیگه این حاصل کارهای اجتماع فرنگی که انجام شده ببخشید تا زدم این فوشش اومد خب این ببین فش میدن ولی خب خب این ببین این چیز دیگه اینطور تو نمیتونی چون زنه پس اینا حرف بزنن اونا چی نگن این هم باید در نظر بگیم سری نگیم چون زنه فلان کرد اون فلان نه اینا هم برخورد کن این این بدتره این خیلی بدتره اون پسره که سنگ انداخت یه دونه اشتباه کرد این زنایی که دارن فلان ناموسی اینا میکنن افشا فشای تو چیزت کنا تو فلان فلانو نمیدونم فلانت کن یه ضعیفه اصلا غلط میکنه به این مرد تو این کنه آقا احترامش واجب ولی فوش اونجوری بده بزنم تو دهنش لط و بار بشه چی باید احترام بزنم من چی باید حفظ کنم خودش خودش رو حفظ نمیکنه این دو تا کار اشتباه کرده این بیشتر باید برخورد کنی چرا اینا هیچ حرف نمیزنه زن زنه زنه که زنه به کتفم این زنی هست که آیا باید مثلا رو چشمت نگهداری؟ خاک بر سرت اگه بخوای اینا رو چشم چیزت نگهداری؟ داری وقتی داریم آمد به که یه توالت فرنگی رو جای معبد دارن جا میزنن توالت عمومی به قولی میگم توالت فرنگی توالت عمومی که توف توش نباید بندازی چه احترامی واسش نگه دارن یه دقیقه نگاه کن دختره فلان ضعیفه ضعیفه فمن به فمینیستان بر بخوره ضعیفه فلان بکش با این ببین نداری نمیدونم این چیه مود شده تو این چیزا که از این کارا میکنه اصلا میدونه چی چیز بدبختی داریم یه مقدار خب عجیبه دیگه یعنی چفقیه میفروختن اون طرف در یه استندی گذاشتن دونیشن جمع میکنن پول از مردم دارن جمع می کنن غذای مجانی دارن میدن کسا معلوم نیست این غذا از کجا داره میاد چه حسی برای تو داره؟ حسش کاملا یه چه حسی داری که عرضشی ها بسیجی ها تو واشنگ... دانشگاه واشنگتن آمریکا تو واشنگتن تو چیز اومدن ساندیس میدن غذا مجانی میدن نظری میدن فلان میدن آدم جمع کردن اما حرفایی که راج به های شما میزنن الان دارم واسه میزنن یه منظوری از این دارم دقت کن حالا ببین دختر این دختر آمریکاییه این یهودی آمریکایی اسرائیلی آمریکایی چه میگه یه حس ناراحت کننده و حتی برای خیلی از دوستان من که یهودی هستن حس ترس براش وجود داشته به خاطر اینکه اولا که ما اونایی که ایران بزرگ شده من خودم ایران بزرگ از ما از این خاطره خیلی بدی یهودیه حالا یعنی آمریکایی یهودیه در اصل از, این... از ما از این ها خاطره خیلی بدی داریم. در اصل آدم یک چفی خیلی بدی... خاطره بدی داری. پلیس ایران چفیا میندازه، گشت ارشاد چفیا میندازه. کی چفی میندازه؟ که این چفیه ها رو میبینه فکر کن شما در دانشگاه خارج میشی تو آمریکا باورت نمیشه که مثلا پرچم فلسطین یا چفیه اولین چیزی باشه که میبینی و اینکه شما اگر اونجا ببینید مجسمه جورج واشنگتن رو تخریب کردن پرچم فلسطین رو به دور مجسمه جورج واشنگتن این به نظر من خیلی توهین آمیزه ببین ما آمریکایی ها خیلی افتخار میکنیم به جورج واشنگتن من به عنوان دانشجوی دانشگاهی که به اسم جورج واشنگتن افتخار میکنم و هیچ دانشی نباید دوباره گوش کنم جورج واشنگ. این به نظر من خیلی توهین آمیزه ببین ما آمریکایی ها خیلی افتخار میکنیم به جورج واشنگتون من به عنوان دانشجوی ها دا... خیلی افتخار میکنیم به جورج واشنگتون یا عالم ویدیو درست به کردم بهتون بگم که اینا ایرانی نیستن فارسی بلدن و الان خب ببین رو به جولای دیگه داریم چیزشون میکنیم دیگه الان دیگه خودشون هم ابایی ندارن اینکه لو بدن میگه ما آمریکایی‌ها افتخار میکنیم فلان و بمان این ها کسایی هن که دارن به شما باور و ادراک و تحلیل و فلان و اینها میدن که تو ورزشگاه ایرانی چیکار کنی که تو خیابون ایرانی چیکار کنی این حاصلش میشه حرکاتی که توی ورزشگاه خصوصا تو ورزشگاه می چون ورزش اون 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 کم که پای این شبکه نشسته دیگه کدوم آدم عاقلی پای این شبکه میشینه قیافه بدبختا نمیدونم خدا یه جوری اینا رو یه جوری چیز میکنه حالا جو... اصل, ویدیو تو کنداکتور بعدیمه یعنی این مال برنامه بعدی که میخواستم بسازم چیز کنم صحبت کنم تا اینجا میشست بیارم چون حرف همینه، الان من چرا باید بیام دو... اگه این دختره الان بیاد یه سفر ایران دو سه تا پاسپورت هم دارن بیاد بره وسط ورزشگاه شروع کنه تحریک کنه فشای کشدار کارشون اینه داداش من برادر من آبجی من چه میدونم می هموطن همشهری فلان هم زبون گوش کن اینها سالها پشت دستشویی و توی راه دستشویی بین راهی فشای کشدار نوشتن سالها تو برنامه های مختلف حرفهای های کشدار زدن سالها تو پروژه های نفوزیی که داشتن شوخی های جنسی شوخی های فلان آوردن تو رسان تو پخش خانگی و تو شوهای این, این آتش زرد سلبریتی و فلان اینا که قبض کنن آتیسازی کنن بی هیایی و اینا رو رواج رو 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 بدن الان من بیام بگم نه چون به زن فلان و اینا چیز شده به من آینه من زن فلان چرا باید من این بیام این واسه من بشه ناموس من غیرت کنم واسه این غیرت هم حفظ کنم واسه اون دختر چادریه چفیه تو رو یاد چی میندازه رزمنده های دفاع مقدس رز خصوصا تو دهه اول مثلا دهه ای 60 اینا اینا که از جیپ برگشته بودن با چفیه بودن دیگه اینا برگشته بودن دلشون واسه جپو جنگ و اینا تعیین شده بود تو مسجد تو بسیج و اینا و چفیهاشون هم میشه همراهشون الان دیگه مثلا بعد سال های دیگه مثلا هفته دو اصلا تو بسیج اینا رو هم نمیبینی تو به قولی تاز... چون پر... خود انتفاضه با چفی هم تازه فرق میکنه حالا به اونم جای خودشه خب حالا کاری داره یه نفر رو بیارن بذارن این همه کار کردن این همه تلاش کردن برای اینکه این کار کنن فوش کشدار بیاد مثلا زنه بیاد تو استادیوم فوش کشدار بده بیاد تو خیابون چادرش بزن روسریشو بزنه به چوب بگه من فاحشم نمیدونم بیاد فلان کنه نمیدونم ادای فاحشگی در بیاره نیستا ولی اداشو در میاره دختره باکره اساسا بعد ادای فاحشه در یه جوری لباس میپوشه خرش کردن فلان حالا کار داره به چیز یا زهرا بنویس بعد این وسط هم شلوغ فلوقش کن فلان کن و یا ب... یا اونو تحریکش کن با سربند ی... یا زهرا رو تحریکش کن یا بذار یا اصلا خودی چیزش باشه مثلا بیاد چنان حرف زیر مفتی بزنه چهار تا پنج پفیوز و ضعیفه این وسط آیا بهت حق میده همچه زری بزنه که باید همه این جوون هم میخوام دو البته اون جوون هم داداش های خودمونن بچه های خودمونن بچه های همین کشورن این دختر هم آبجی های خودمونن دختر های همین کشورن حرف بعدی هم منظورش نبود اصل قضیهش این از این حرف کنم اینا مجردن یکی به اینا میدیم فامیل میشیم حرف بعدی هم نزد خب بعدم نمی... چیزی هم غیر از این هم نیستی که اون هم بچه های هم اینم هم دختره همین من با هم ازدواج میکنن نیگه به رابطه خونی نداره که این ناموسیش کنه اینجا که اما تو این تلقی بشه اون بحث بازارندگی هم به وجود میاد مجبورم میشی با هم چیز کنیم بگذاریم یه بحثی خیلی وقت بود به این فمنیستا فشمش نداده بودیم یه بهونه کنیم بیایم اذیتشون <تصفح> کنیم ارزش چیز ندارن اینا اینا باید نگاه فمینیستی به قضیه بشه و بزنید دیرمیس و میز وگرنه آره من شخصا همیشه هم گفتم همیشه هم مخالف و من زنم دوست دخترم دو میدم دختر یه دختری که با من رابطه داشته باشه یه جوری برام مهم باشه یه زن تو زندگی مهم باشه به هیچ عنوان تو این جو چیز نمیزنه آخه چطوری جلد دلت میاد بذاری بره فردا با سنگ بزننش بیاد بیرون هزار تا غلط بکنن وقتی آماده نیست وقتی یه مش حیوان زن زندگی آزادی اونجا با طوله های مجاهد و سلطنت دلب و فلان و اینا رخ رخنه کردن شده پروژه اینا وردشگاه چرا چقدر سخته مگه فهمیدنش ای تیم میکشن میرن اون تو میشنن شعارهای زرتوپرت میدن که مثلا بگن آره ببین دفاع از توماج فلان تو وردش که خاک تو سرش خود تو توماج و ننه باباش و خاله و دایش و فک و فامیل مجاهدش و هر احمقی که در دارش یعنی یه جوری شده به خریت دارن افتخار میکنن نه تنها افتخار میکنن میان تو روی چیز چیز میکنن بقول شعار میده چهار نفرن چهار نفری جمع شدن تو ماج فلان ریدم تو یعنی خود چهار نفر هتون اون استغفر الله بی ادب شدیم باس کل قضیه خلاصه بریم دنبال بریم سراغ حرف های جدی فمینیست جماعت گفت شبه باور نکن گفت صبح باور نکن بهایی فمینیست که دستشونو و مجاهد و فلا اینا چه این وری بگن چه, چه کلا چیزی که بوشون بیاد مسئله فمینیستی بشه آینه من به زنا فلان شو زنا نمیدونم فلان شو یا اونور بیان بگن زنا نیاد فلان البته اون بهتره باز اینا یه بهونه کنید پای زنا رو ورزشگاه ببرید جای زن نیست مشکل چی <تصفح> میتونه این کارو بکنه میشه این کارو کرد دیگه البته شخصا میگم دیگه الان جاش نباید بکنید دیگه حالا دیگه خیلی. یه آدمی که یه چیزی یه گوشی دادی به بچه دیگه سخت ازش بگی به زور بگیری بعد با راهی دیگه بگیری اصلش درست و واقعیش اینه که اینا برن هم بازی زنها رو چیز کنن حمایت کنن بابا زن فوت بارها گفتم زنهای فوتبالیست ما زنای ورزشکار ما بیچارا هیچ نه تماشاشی دارن نه هیچ کی بهشون کار چیز نمیکنه تفلکی ها اونا پشتوانه چیز میخوان دیگه زنها برن همونها رو نگاه کنن دیگه حالا حرف سیاد و پیک زمین یه ذره بیعتب شدم ببخشید ولی منظورم این بود که سریع این کلا سیمپی این جریان فمینیستی و این چیزها به همه قضا گرفته اینا بگذاریم حرفای مهم میداریم که اونا مهمه این, این, این زیاد چیز خیلی مخلصیم عزت زیاد